براین هوک نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران میگوید مردم ایران به جای لعنت فرستادن علاقمند به کار و اشتغال هستند این پاسخی است به صحبت‌های روز گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که گفته بود هر چه لعنت دارید بر کسی لعنت کنید که این شرایط را برای کشور به وجود آورده است شهرام بهرامی با جزئیات بیشتر دشمن اصلی حسن روحانی روز گذشته در پایان نشست هیئت دولت در حالی که برخلاف همیشه کمی عصبی به نظر می رسید از مردم خواست در واکنش به شرایط بد اقتصادی اخیر به مسببان آن لعنت بفرستند هرچه لعنت دارید بر کسی لعنت کنید که این شرایط رو برای کشور به وجود آورد برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران کمتر از یک روز بعد به این سخنان حسن روحانی واکنش نشان داد حساب فارسی توییتر وزارت خارجه آمریکا از قول او نوشت در واکنش به اقتصاد فلج کشور روحانی از مردم ایران خواسته به آمریکا اسرائیل و عربستان لعنت بفرستند با متوسل شدن به نفرین و جادو او به دنبال مقصر دانستن دیگران برای عملکرد خودش است مردم ایران به جای لعنت فرستادن علاقه من به کار و اشتغال هستند. واکنش روحانی در حالی است که او در 19 همه آبان ماه امسال در پایان نشست مشترک سران سه قوه گفته بود که تحریم های جدید هیچ تأثیری در روند اقتصاد کشور نداشت چون به گفته او آمریکایی ها هر چه تیر در ترکش داشتند قبلا علیه ملت ایران رها کرده بودند و چیز جدیدی نداشتند که ارائه کنند. علی خامنه ای نیز در 19 دیماه امسال گفته بود که جمهوری اسلامی ایران تحریم های جاری را پشت سر خواهد گذاشت و دولت می تواند کاری کند که این تحریم ها صد درصد به نفع ملت تمام شود. اما به نظر می رسد اوضاع اقتصادی فعلی در ایران آنچنان رو به وخامت گذاشته و موجب چنین چرخشی شده است که رئیس دولت جمهوری اسلامی کشورهای دیگر را عاملان می داند و از مردم می خواهد آنها را لعن و نفرین کنند. در کنار همه اینها بیکاری، رکود اقتصادی، افشای پی در پی مفاسد کلان و اختلاسای های چندین میلیارد دلاری و نیز افزایش خارج از حد تصور قیمتها ها عواملی هستند که اگرچه مقامات جمهوری اسلامی به آنها لعن و نفرین نمیفرستند، اما ریشه ها و علل آنها در طول سال 97 بارها از زبان مردم تفسیر شده است. شهرام بهرامی صدای آمریکا واشنگتن